امروز 25 شهریور ماه 16 سپتامبر و اپل از امروز عرضه آیفون های جدیدش رو توی کل دنیا به صورت همزمان شروع کرده. حالا حد بزنین چی شده؟ بله درست حد زدین، یا آیفون 14 پرو مکس بنفش و یه دونه آیفون 14 مشکی اینجا داریم تا با هم دیگه یه نگاهی بهشون بندازیم و ببینیم که توی نگاه اولیه چطورن. با من شهرروز چورکشی توی این ویدیو تا آخر همراه باشین که بهتون بگم اپل امسال چه کرده. خوشبختانه اینجا هم رنگ بنفش جدید آیفون رو دارم و هم رنگ مشکی جدیدش رو که میدونم که دوتاشون رو شما دوست داشتین که ببینین چطوری هم و اینا رو از نزدیک ببینین، برای همین این دوتا رنگ رو اینجا دارم تا بهتون نشون بدم. آنباکسینگ که خب دیگه نداریم چون به صورت کلی دیگه جعبه خاصی وجود نداره برای گوشی ها، یه دونه کابل شارژ فقط توی جعبه و بس. اما بذاریم بریم سراغ خود گوشی ها. از پشت که به گوشی ها نگاه میکنیم میبینیم که ظاهرشون کاملا شبیه به 13 پرو و حتی شبیه به 12 پرو، فقط رنگا هن که تمایز ایجاد میکنن، اما از نمای جلویی تفاوت کاملا محسوسه. چیزی که تفاوت رو به وجود میاره این بریدگی کاملا متفاوت روی صفحه نمایش آیفون 14 و 14 پرو مکس که اپل بهش میگه داینامیک آیلند. تو مراسم معرفی آیفون ها هم گفتم اپل با یه خلاقیت نرم افزاری از یه دونه نقطه ضعف روی گوشی یه نقطه قوت ساخته که خب الان ما داریم دربارش این همه با هم دیگه حرف میزنیم. کارکردهای متنوع داینامیک آیلند خود منو به شخصه خیلی سورپرایز کرد. همینجا لازمه که توضیح بدم که این ویدیو بررسی تخصصی آیفون های جدید نیست و صرفا قراره که توش یه نگاه اولیه به این گوشی ها داشته باشیم، ولی میتونین هفته بعد منتظر بررسی تخصصی آیفون 14 و 14 پرو مکس، یعنی 14 پرو و 14 پرو مکس و البته آیفون 14 معمولی باشین. اپل چند سالیه که هر سال توی نسخه پرو یه دونه رنگ خاص هم همراه با اون ستاره رنگ همیشگیش داره عرضه میکنه که امسال قرعه به نام بنفش افتاده. بعد از اون سبز زیتونی دوست داشتنی 11 پرو، آبی فوق‌العاده 12 پرو و آبی آسمانی 13 پرو که من از دوتای دیگه یه ذره کمتر دوستش داشتم، حالا بنفش اپل از راه رسیده که مثل اون ستاره رنگ قبلی خیلی رنگ خودش رو فریاد نمیزنه. این گوشی همیشه بنفش نیست، تو بعضی زاویه‌ها یا نورا اصلا ممکنه که یه ذره خاکستری به نظر بیاد و به اندازه اون سه تا مدل قبلی رنگش جلب توجه نمیکنه. البته نگران نباشین، توی آسانسور برای عکس سلفی قشنگ معلوم میشه که آیفون 14 پرو بنفش دارین، ولی خب توی بعضی زاویه ها یکم به خاکستری هم میزنه. قاب براق گوشی هم یه حاله بنفش ملایمی توش داره که توی نور به نظر من خیلی چشم نوازه. خب من هم رنگ مشکی آیفون 14 پرو رو دوست دارم و هم رنگ بنفشش رو، ولی مسلما رنگ موضوع سلیقه‌ایه که خب شاید شما طرفدار دو رنگ دیگه‌اش یعنی طلایی یا نقره‌ای باشین. اپل هوای همه رو داره، هم کسایی که میخوان کاملا چراغ خاموش زندگی کنن که میتونن آیفون 14 پرو نقره‌ای یا طلایی بخرن و عمرن هیچ کس هم نمیفهمه که آیفون جدید دارن، و هم کسایی که میخوان کاملا چراغ روشن نشون بدن که آقا آیفون جدید دارن و میتونن آیفون پرو بنفش بخرن. بعد از رنگ بذاریم بریم سراغ مهمترین سوالتون، سیم کارت میخوره؟ بله میخوره، آقا خدا شاهد سیم کارت میخوره. فقط نسخه آمریکای این گوشیه که سیم کارت فیزیکی نمیخوره و براش باید سیم کارت در واقع ای سیم استفاده بشه، اما همه نسخه‌هایی که احتمالاً وارد ایران میشن سیم کارت فیزیکی میخورن، چه بسا که حتی دو سیم کارت فیزیکی هم مثل سالهای قبل وارد ایران بشه. پس اصلا نگران موضوع سیم کارت فعلا حداقل فعلا نباشین. اپل برای سری پرو آیفون های جدیدش از پردازنده A16 بایونیک همراه با 6 گیگرم استفاده کرده که معماری 4 نانومتری داره، ولی نسبت به A15 چندان انقلابی نیست. شاید به خاطر همینم هم بود که توی مراسم این پردازنده رو با A13 مقایسه کردن که نشون بدن چقدر از اون بهتره، ولی خب با اقتداری که از A15 سال گذشته دیدیم در واقع اپل نیازی هم اونچنان به یه انقلاب توی موضوع پردازنده نداشت. همین الان هم حدث من اینه که A16 بایونیک با همین بهبود کوچیک از همه پردازنده های موجود توی بازار قوی تر باشه. این موردو ولی توی ویدئوی بررسی آیفون 14 پرو بعداً بهش میرسیم و بررسیش میکنیم. ضمن اینکه سنسورهای شتاب سنج و ژیروسکوپ آیفون 14 پرو هم بهتر شدن تا قابلیت تشخیص تصادف رو به گوشی اضافه کنن. اینطوریه که اگه سنسورها تشخیص بدن که شما تصادف کردین و شما روی گوشی عکس و عملی نشون ندین، فوراً به مخاطبی که انتخاب کردین خبر میده که یه اتفاقی براتون افتاده.
قابلیت ارتباط ماهواره‌ای هم به این گوشی اضافه شده که شاید هیچ وقت لازمتون نشه، اما اگه یه زمانی لازمتون بشه میتونه واقعا جونتون رو نجات بده. یعنی میخوام بگم این از اون چیزاییه که ممکنه 99% ماها تو طول زندگیمون اصلا استفادهش نکنیم، ولی وای از اون روزی که استفادهش کنیم. قطعا بعدش بابت وجودش توی گوشیمون خدا رو شکر میکنیم. کارش هم اینه که اگه یه جایی بودین که هیچ راه ارتباطی براتون وجود نداشت، یعنی مثلا سیم کارتتون آنتن نداشت و اینترنت هم طبیعتا نداشتین، مثلا فکر کنین که توی قله کوه گیر افتادین و شما توی خطرین، تو این شرایط میتونین که با کمک ارتباط ماهواره‌ای یه پیام اضطراری برای بقیه بفرستین که بیان سراغتون و از اون شرایط نجاتتون بدن. یکی دیگه از تغییرهای مهم آیفون نسبت به سال قبل دوربینای اونه. از چند سال پیش که فکر کنم تقریبا میشه از 7 سال پیش از زمان آیفون 6S تا الان، همیشه اپل روی آیفوناش از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده کرده بود، ولی اپل امسال خرق عادت کرده و سنسور اکسلی یا همون وایدش رو 48 مگاپیکسلی کرده. در نهایت خروجی یه دونه عکس 12 مگاپیکسلی کماکان که خب توش هر 4 تا پیکسل با هم دیگه ادغام شدن. البته توی حالت پرو راو میشه خروجی 48 مگاپیکسلی هم از گوشی دریافت کرد، ولی اینکه سنسور 65% نسبت به سال قبل بزرگتر شده به نظر من مهمتر از اینه که این سنسور الان 48 مگاپیکسلیه. در واقع سایز بزرگتر سنسوره که باعث نورگیری بهتر و در نتیجه عکس‌های بهتر میشه. توی عکس‌ها میشه کاملا دید که وضوح عکس فوق‌العاده است. این سنسور بزرگتر کمک میکنه که عکس‌ها حتی بدون حالت پورتره هم یه عمق خوبی داشته باشن. نمیخوام توی این ویدیو درباره دوربین گوشی به صورت تخصصی صحبت کنم و میذاریمش برای ویدئوی بررسی گوشی. ولی توی این مدتی که با آیفون 14 پرو مکس عکاسی کردم، بهبود عکس‌ها نسبت به 13 پرو مکس رو توی یه سری سناریوها تونستم کاملا حس کنم. البته منظورم یه تفاوت بزرگ نیستا، صرفاً عکس‌ها یه ذره بهتر از قبل هستن و توی حالت‌های مختلف عکس‌ها در واقع پخته تر شدن از قبل. خب حالا دوربین 48 مگاپیکسلی امکان زوم دو برابری رو هم به کاربر میده تا توی اپ کامرا به جای 3 حالت زوم قبلی حالا 4 حالت در اختیار کاربر باشه. در واقع میاد و از وسط عکس 48 مگاپیکسلی یه دونه عکس 12 مگی در میاره و در قالب زوم دو برابری بهتون تحویل میده. ضمن اینکه همین سنسور 48 مگاپیکسلی به اپل امکان اضافه کردن قابلیت اکشن مود به ویدیوها رو داده که به صورت نرم افزاری لرزش ویدیو رو کمتر از قبل هم میکنه تا در نهایت یه ویدئوی کاملا نرمتر رو ثبت کنه. ولی هنوز هم آیفون ها نهایتا میتونن ویدئوهای 4K ثبت کنن و اپل امسال هم امکان ثبت ویدئوهای 8K رو به کاربرا نداده. در مورد ویدئوی 8K باید بگیم که شاید وقتی دیگر. خب این دوتا گوشی صفحه نمایش 6.1 و 6.7 اینچی اولد دارن که حالا به جای اون ناچ قدیمی یه دونه ناچ جدید به شکل کپسول و به اسم داینامیک آیلند روش قرار گرفته. این جزیره در واقع مثل تنب کوچیک و بزرگ خودمونه. دو تا جزیره است ولی اپل اومده و قسمت وسطش رو هم به صورت نرم افزاری به هم دیگه چسبونده که یه دونه جزیره واحد بسازه. در اصل این وسط هم صفحه نمایشه ولی همواره سیاهه، خاموشه. این باعث شده که ما یه دونه بریدگی کپسولی رو همواره روی صفحه نمایش ببینیم. خب از این بریدگی‌ها به طرق و اشکال مختلف روی صفحه نمایش‌های مختلف دیده بودیم. اما اینجا یه دونه امضا وجود داره، امضای اپل. ببینین چیزی که کاربرای اپل رو بهش وفادار کرده تا این میزانی که میبینیم توجه بی نهایت اپل به جزئیاته. این یکی از همون موارده. فقط ببینین که چطوری با یه سری افکت توی iOS 16 هر کاربری رو میتونه به وجد بیاره. یه دقیقه به این موضوع با دید طرفدار اندروید نگاه نکنین، حتی اگه از مخالفین اپل هم هستین 100% مخالفشین، یه دقیقه به این موشنای نرم و بی نقص بدون قضاوت نگاه کنین، یا این ریزه‌کاری توی مثلا ساعت روی حالت آلویز آن دیسپلی رو ببینین که چطوری از پشت سوژه میاد جلوی سوژه. اصلا مگه میشه کسی اینا رو ببینه و خوشش نیاد؟ ولی خب اگرم کاربر اندروید هستین و از این داینامیک آیلند خوشتون اومده، نگران نباشین، بهتون قول میدم که سال دیگه توی مراسم رونمایی همه گوشی‌های اندرویدی 20 دقیقه درباره داینامیک آیلند روی گوشی‌های اندرویدی صحبت بشه. خوشبختانه موشن آی داینامیک آیلند برای اکثر کارها مثل تماس‌ها، کارهایی که با گوشی انجام میدیم و نوتیفیکیشن و اینا طراحی شده و نیازی نیستش که صبر کنیم تا هی آپدیت بیاد که تکمیل ترشن. روش که بزنین اون اپ باز میشه و اگرم که نگهش دارین تبدیل به یه
دونه ویجت میشه که کاملا توی استفاده روزمره کاربردیه. فقط یکم برای دستای کوچیک دوره و بعیده که بتونین یه دستی بهش برسین. یه جورایی بهتون قابلیت مالتی تاسکینگ رو هم میده که بتونین دو تا اپ رو همزمان با یه دونه کلیک با کمک داینامیک آیلند مدیریت کنین و بینشون جابجا شین. ولی جذابیت صفحه نمایش آیفون 14 پرو و پرو مکس به همین داینامیک آیلند ختم نمیشه. روشنایی صفحه نمایش آیفون 14 پرو مکس به 2000 نیت میرسه. این عدد توی آیفون 13 پرو مکس 1200 نیت بوده و واقعا 2000 نیت عدد فوق‌العاده‌ایه. نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه حالا به 88% رسیده و حدود 1% از سال قبل بیشتر شده. ولی این مورد چیزی نیستش که به راحتی بشه لمسش کرد و حسش کنین. ولی روشنایی بیشتر صفحه نمایش چیزیه که کاملا و به راحتی میشه متوجهش شد. و البته بالاخره در سال 2022 قابلیت Always On Display به آیفون ها اضافه شد. بله درسته، سالها این قابلیت روی گوشی های اندرویدی وجود داشت، تازه روی بعضی هاشون میشد که حتی این قابلیت رو شخصی سازی هم کرد و حالت های مختلف بهش داد، در حالی که توی آیفون فقط یه دونه حالت داره، خاموش یا روشن. ولی خب اپل بازم به یه مورد خیلی دیر ورود کرد، ولی در واقع میشه گفت که کم نقص ورود کرده. ریفرش ریت صفحه نمایش آیفون 14 پرو مکس توی حالت Always On Display به 1 هرتز میرسه تا حداقل تاثیر رو روی مصرف باتری بذاره. اپل موفق شده که با کمک پرازنده‌ای که خیلی بهینه‌تر انرژی مصرف می‌کنه، روشن‌تر شدن دیسپلی و اون قابلیت Always On Display رو کنترل کنه و شارژ دهی گوشی رو مثل سال قبل عالی نگه داره. به هر حال دو تا ویژگی مهم که خیلی باتری مصرف می‌کنن به صفحه نمایش آیفون 14 پرو اضافه شده و اینکه بتونی کاری بکنی که شارژ دهی گوشی نسبت به سال قبل کمتر نشه کار مهمیه. البته من توی این مدت زمان کوتاه حسم به Always On Display در واقع خیلی خوب نبوده، یعنی راستش برام زیادی روشنه، همش حس بکنم که همه میتونن از همه چیه گوشیم خبردارشن، یا همش به هم حس روشن موندن صفحه نمایش رو میده. شاید بعد از چند روز بهش عادت کنم، ولی فعلا یکم برام نامانوس بوده، مخصوصا که توی تنظیماتم هیچ چیشو نمیشه تغییر داد. خب من ترجیح میدادم که میتونستم فقط ساعت و نوتیفیکیشن ها روی صفحه داشته باشم، ولی متاسفانه نمیشه. خب تغییرات آیفون 14 پرو نسبت به 13 پرو بیشتر از تغییرات 13 پرو نسبت به 12 پرو بوده. این گوشی نسبت به سال قبل چند تا تغییر سخت افزاری مهم داشته، از جمله توی صفحه نمایش و دوربینا و البته توی پردازنده. اگه از 12 پرو به 13 پرو نمیشد خیلی حس یه گوشی جدید رو به دست آورد، با تغییر از 13 پرو و گوشی‌های قبلیش به 14 پرو کاملا میشه حس یه دونه گوشی جدید و متفاوت رو لمس کرد، مخصوصا از نمای جلویی و این داینامیک آیلندی که همیشه جلوی چشتونه. خوشبختانه قیمت آیفون های 14 پرو و پرو مکس نسبت به سال قبل افزایش نداشته و از همون 999 و 1099 دلار شروع میشه. اگه خیلی برای خریدشون عجله ندارین و میتونین چند روز صبر کنین، منتظر باشین که تا هفته بعد بررسی آیفون 14 پرو، 14 پرو مکس و البته 14 معمولی رو میسازم و منتشر میشه. ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودین. فراموش نکنین که کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو هم ببینین. تا ویدیوهای بعدی که احتمالاً بررسی آیفون‌های جدیده، خدا نگهدار.